سرخط مهمترین خبرها. خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد. وزیر خارجه آلمان در دیدار با غنیچی گفت. و در اخیر هم جنگ لفظی واحد لانژن با یکی از تشویق کنندگانش، رد و بدل دشنام میان این هر دو. به نام خدا و با عرض سلام با مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد. مقام های ناتو اعلام کردند که روند خروج نیروهای این پیمان از افغانستان آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه یک مقام ناتو روز پنجشنبه 9 سور گفته است که خروج نیروها حمایت قاطع ناتو از افغانستان به روش هماهنگی آغاز شده و تمام اقدامات لازم برای اطمینان از امنیت آنها انجام شده است. این مقام ناتو افزوده است که خروج آغاز شده است این یک فراینده منظم هماهنگی و آگاهانه خواهد بود. ایمنی نیروهای ما در هر مرحله اولویت اصلی است و ما هم اقدامات لازم را برای ایمن سازی پرسنل خود انجام می دهیم. با گزارش یورو نیوز با نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام که خواستن نامش فاش نشود، تعداد سربازان یا مهلت تعیین شده برای هر یک از کشورهای عضو ناتو را مشخص نکرد و ای گفت هر گونه حمله از سوی طالبان در حین خروج با واکنش شدید همراه خواهد شد. وی پیش بینی کرده که عملیات خروج از افغانستان تا چند ماه آینده به پایان میرسد. بر اساس تصمیم تازه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، قرار است 2500 سرباز آمریکایی همزمان با سایر نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. این در حالی است که مطابق توافق دوحه نیروهای خارجی باید در اول ماه می از افغانستان خارج شوند. طالبان بر عملی شدن این مهلت تاکید دارند و هر از گاهی نسبت به دوام حضور نیروهای خارجی پس از ماه می هشدار داده اند. خروج نیروهای خارجی نگرانی در مورد جنگ داخلی در افغانستان و بازگشت دوباره طالبان را نیز به همراه داشته است. نشست های صلح را متوقف کرده و خشونت ها را به طور قابل ملاحظه افزایش دادند. این خشونت ها به ویژه پس از اعلام تاریخ رسمی خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان تجدید شده است. کارشناسان می گویند که این رویکرد نشان می دهد که طالبان خود را برای رسیدن به قدرت از راه جنگ آماده کرده اند و به صلح اعتنایی ندارند. این در حالی است که جنگ لفظی واحد لاینژن با یکی از تشویق کنندگانش، رد و بدل دشنام میان این هر دو. واحد لاینژن حریف روسیش را شکست داد. ورزش کار مبارزات آزاد کشور توانست عدیش و حریف روسیش را توانست که شکست بدهد. نژن پس از 3 راوند و با کسب امتیاز در سازمان فایت نایت در مبارزات جذاب و دیدنی توانست حریف روسیش را در شهر مسکو شکست دهد. عبدالسمی فیضی ورزشکار مبارزات آزاد کشور توانست حریفش را در مبارزات آزاد در روسیه شکست دهد. این مسابقه در سازمان AFC در شهر مسکو روسیه برگزار شده بود. پیش از این واحد لانژن حریف روسیش را شکست داد. این در حالی است که وزیر خارجه آلمان در دیدار با غنی به همکاری خود با افغانستان ادامه می دهیم. اشتاسب کابل هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در دیدار با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله اطمینان داده است که پس از خروج نیروهای این کشور از افغانستان به همکاری هایش ادامه می دهد. آقای ماس روز پنجشنبه 9 سور در یک سفر رسمی به کابل آمده و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرده است. او در این دیدار با رئیس جمهور گفته است که آلمان به عنوان یک شریک متحد برای مردم افغانستان باقی میماند. آقای ماس افزوده است که هرچند ماموریت نظامیان این کشور در افغانستان در حال پایان یافتن است،
این کشور اما با مشارکت و همکاری خود در بخش های مختلف ادامه می دهد. از جانب دیگر وزیر خارجه آلمان طالبان را مخاطب قرار داده و گفته است که افغانستان شدیداً به کمک های بین المللی نیاز دارد. او هشدار داده است که اگر طالبان دست آورد های دو دهه اخیر از جمله مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرند، این کمک ها قطعاً پایان می‌یابد. گفتنی است که وزیر دفاع آلمان در حالی به افغانستان سفر کرده است که قرار است نیروهای این کشور همزمان با سایر نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری افغانستان را ترک کنند. پیش از این وزیر خارجه آمریکا نیز در یک سفر رسمی به کابل گفته بود که خروج نیروهای خارجی از افغانستان به معنای قطع کمک ها نیست. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرده بود که پس از خروج نیروهای خارجی فصل جدید از روابط دیپلماتیک شکل می گیرد و جامعه بین المللی کمک هایش را در عرصه های مختلف ادامه می دهد. این در حالی است که واعظ دین یعقوبی در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: پیشنهاد به احمد مسعود، عامر جوان و مجاهدین آزاد افغانستان، بیایید محفل گرامی داشت از 8 ثور که روز سرنوشت ساز و مهم است، این روز مقدس و میمون را در کنار آرامگاه آن قهرمان آزادی برگزار کنیم، زیرا مسعود و پیروزی 8 ثور ناگذستنی دارد. مجاهدین و ملت افغانستان خرسند خواهند شد و همچنان دشمنان این روز بدانند با بستن درها صدای ما بستن نمی شود، زیرا وجب وجب این خاک با نام مجاهد گری خورده است. همچنان یک بار دیگر تا خود به روح آن مرد بزرگ بسپاریم که راهش را جانبازانه ادامه می دهیم. همه به سلامت باد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد. اوقات خوش داشته باشید.